اگر تولیدات داخلی افغانستان با معیارهای جهانی تهیه و بسته‌بندی شوند و در بازارهای جهانی عرضه گردد، توجه مشتری‌های فراوانی به خود جلب خواهد داشت. به عنوان نمونه میتوان از فروشات خوب امسال دهکده افغانستان در دبی یاد کرد. وکیل احمد احساس خبرنگار صدای آمریکا از دبی گزارش می‌دهد. مسئولان دهکده جهانی دبی می‌گویند آنچه که در دهکده افغانستان به عنوان تولیدات این کشور برای فروش گذاشته شده است، مورد علاقه دیدار کنندگان غیر افغان قرار گرفته است. این دهکده روز گذشته رسما از سوی مسئولان دهکده جهانی دبی و جنرال قنسول افغانستان در دبی افتتاح شد. عتیق الله عاطف مل، جنرال قنسول افغانستان در دبی، که سال گذشته یکی از منتقدان این دهکده بود، میگوید امسال وضع این دهکده بهتر شده است و دیده می شود که نسبت به سال گذشته تولیدات افغانی بیشتر به نمایش گذاشته شده است. در این حال مسئولان دهکده افغانستان برای خوشی افغانهای مقیم امارات یک کنسرت را نیز رایگان برگزار کردند. برای بیشتر افغانهایی که در امارات که مصروف کارگری هستند، شرکت در کنسرت ها با خرید بلیت کنسرت مشکل می باشد. این جای شکر است که افغانستان سر پای خود استاده و این جای افتخار است که در میان این همه کشور بیرق افغانستان نیز بلند است. برنامه های فرهنگی برای اتباع خود دارد. این کنسرت ها سبب می شود تا ما با اتحاد و اتفاق دور هم جمع شویم و از طرف چنین کنسرت ها برای طبقه کارگر که از لحاظ اقتصادی توان اشتراک در دیگر کنسرت ها را نداشتند بسیار خوب است و این کنسرت می تواند تاثیرات فرهنگی هم داشته باشد. میرویس مقری، یکی از مسئولان این دهکده، به این باور است که با برگزاری چنین کنسرت ها می شود فرهنگ افغانستان را در کشورهایی که اتباع افغانی حضور دارند زنده نگه داشت. ما این کنسرت ها را که برگزار میکنیم به گلوبال ویلیج به خاطر که مطابق مردم قریبکار یا دکاندار زیاد هستند، کنسرت های رایگان برای مردم داخل گلوبال ویلیج از طرف قریه افغانستان برای ما برگزار میکنیم. برای تمام مردم که از اینجا بازدید میکنه فرهنگ افغانستان رو میبینن که فرهنگ افغانستان چه رقم است، چگونه یعنی کنسرت ها اجرا میکنن، هنرمندا با هنرمندا یعنی معرفی میشه. این دومین بار است که کنسرت رایگان افغان ها از سوی دهکده افغانستان برگزار می شود و افغان هایی که در این کنسرت شرکت می نمایند این را یک فرصت دوباره به یاد آوردن افغانستان عنوان می کنند.